عرض کنم خدمتتون که حالا اگر شما خواستین یه زمانی کی اکسچنج انجام بدین، کی اکسچنج تبادل کلید کیه؟ زمانی که من با یه کسی دیگه، یه پارتی دیگه، مثلا یه سروری یا یه کسی دیگه یه گوشی داره، اونم همین اپو داره، دو نفر میخوام با هم دیگه تبادل کلید انجام بدن. تبادل کلید برای چه کاری انجام میشه؟ برای اینکه ما بتونیم با هم دیگه رمزنگاری قوی داشته باشیم، باید یه کلید مشترکی رو به کار بگیریم که دیتامون رو باش رمزنگاری بکنیم و هیچ کسی دیگه غیر از من و اون پارتی اینو نداره. کجا کاربرد داره؟ مثلا توی اپلیکیشن چتی که میگه من اند تو اند انکریپشن دارم، مثل واتساپ، تلگرام، یا ممکن توی اپلیکیشن مالی یا هر جای دیگه کاربرد داشته باشه. تو این کیس چجوری از کی استور استفاده بکنیم؟ ما دو تا مود اپریشن رو دیدیم، پی اس اس و ای سی بی. حالا اینجا یه مدل جدید رو میبینیم، OAEP، به مود عملیاتی که در واقع برای کی اکسچنج استفاده میشه، شبیه همون مثال قبلی. دوباره از اندروید RSA جین استفاده شده، دوتا دایجستور استفاده کرده، ولی اینجا OAEP که برای کی اکسچنج استفاده میشه. اینجا ببینید باز برای این موضوع باز یه مود اپریشن خاصی وجود داره، میاد میسازه ازش، بعد اون کلیدی که ساخته رو با این رمزگاری میکنه و تبادلش میکنه. اون پلین بایت که میبینی اون کلیدیه که متقاعدن شما میخواییم با یکی دیگه تبادلش کنیم، میخواییم با این RSA ساینش کنیم، چیز امضاش کنید، ببخشید انکریپتش کنید. حالا این RSA مال کیه؟ یه پابلیک از طرف مقابل گرفتین، با اون انکریپت میکنید، میدید به طرف مقابل، اون پرایویت داره، با پرایویتش چیکار میکنه؟ دیکریپتش میکنه. خب تا اینجا دوستان اگر سوالی هست، اینا ببینید چند تا سمپل ساده از کاربردهای کیستور بود که روی ورژن 18 کار میکنه. مسلما یه سری فیچرها هست روی کیستور که روی ورژن 18 کار نمیکنه، بنابراین تو پیاده سازیشون ملاحظه زیاد داریم. تا این چند تا سمپل گفتم با هم مرور کنیم. تا اینجا اگر موضوعی هستش بفهمید، اگه نه که من ادامه بحثم. همون بار اولی که گفتین ام باشه میگم دیگه، مثلا اونو باید شما گارانتی بکنید که مثلا اون زمان چه میدونم، مثلا فرض بکنید به روش دیگری کاربر رو احراز هویت بکنید که مطمئن بشید خودشه. ببینید من چون تا سناریو نباشه نمیتونم راهکاری هم بدم. اگه سناریوی داشته باشید مثلا شاید بتونم پیشنهاد بدم مثلا تو فلان مسئله چه جوری اون بال اول رو میشه انجام داد. مثلا اینا فرضشون بر اینه. دوستان فکر کنم همه SSL پینینگ و اینا آشنایی دارید دیگه. مبحث ما هم هست، یکم جلوتر رو بهش میرسیم. SSL پینینگ هم همینطوریه. اون بال اولی که شما در واقع یه سرتیفیکیت پین میگیرید، پابلیک، در واقع یه جور در واقع پابلیک کی اینفو میذارید روی دیوایستون، روی این اپ پین میکنید. اگه همون موقع مهاجم موفق شده باشه این اتک رو انجام بده، SSL پینینگ کارایی نداره. کاری ندارم روی SSL پینینگ میشه حمله انجام داد. منظورم اینه که همیشه به اون بار اول باید گارانتی بکنید که در یک محیط و یک کانال امنی انجام شه. حالا دفعات بعد رو بتونید چی؟ خیلی هم بعیده که ما همون بار اول مورد حمله قرار بگیریم. این هم هست، چون ممکنه که دامنه کاربران یک سرویس خیلی گسترده باشه، یه نفر نیاز داره که کاملا به صورت زیرساختی تصاحب کرده باشه اون پلتفرم رو تا بتونه طیف وسیعی از کاربران زمانی که دارن فعال میکنن اکانتشون رو روی سرویسی بتونه مورد حمله قرار بده. ولی خب باز به حال همیشه احتمالش هست. بخاطر همین یه سری ملاحظات هست، خیلی چون به موضوع ما مربوط نمیشه من واقعاش بهش نپرداختم، ولی اگر مسئله باشه میتونیم با هم OTP میتونه یک روشش باشه. بله مثلا میگید که حالا من یه OTP میکنم به اون شماره تلفن طرف و اون اول مثلا مطمئن میشم که این شماره تلفن دست طرفه، چون OTP ولیده. شماره مثلا الان هم دیدید دیگه، این بانک مرکزی مثلا به این اپ‌های پرداختی PSP گفته که شما باید این شماره کارت رو با شماره ملی طرف تطبیق بدید. یعنی اینا میدونن از ثبت احوال یه API کال میکنن، میگن که این کد ملی مال کیه، از اون ور شماره موبایل رو میدن به شرکت در واقع رگولاتور که اون سامانه شاهکار و اینها اسمش، اونجا میاد میگه این شماره موبایل مال کیه، پس این کد ملی و اون شماره موبایل رو با هم تطبیق میدن. اول این مرحله است. اگه اینا یکی بود، مرحله بعد که طرف کارتشو داره اد میکنه یا استفاده میکنه، حالا میگن که سامانه دیگه بانک مرکزی داره بنام نهاب که این کارتا اسم مالکینشون مشخصه. بعد اونجا هم مشخص شد که این کارت مال کیه. این سه تا فاکتور با هم دیگه ادغام میکنن، میگن که آیا اگه همه اینا مالکش یک نفره، اوکی فعالسازی انجام بشه، اگر نیست که هیچ چیزی فعل میشه. این میتونه مثلا یکی از اون راهکارا باشه که داریم موردشو. میگم اگه مسئله بود بگین حتما، چون این موضوع که میگیدم مهمه و اونتا من چیز بزنم نمیرسستش بگم. یه روش خیلی جنرالی داریم که چیز هست. مورد دیگه دوستان نداریم؟ اونجا این کدا کاربردی باشه، حالا کدای بیشتری داریم. یه موضوع خیلی مهمی که جلسه قبلم در موردش خیلی صحبت کردیم، تولید عدد تصادفی یا رندوم نامبر جنراتور هست. کلید یه نوع عدده. همه داده‌های ما در واقع ریپرزنتیشن دو دویی دارن، یا دسیمال یا هگز.
نهایتاً عدد هستن. حتی اگه 128 بیت 512 بیت یا 1 گیگابایت باشه. درسته؟ پس تولید یک کلیدم که ما میگیم که این کلید رو داخل کی استور می‌سازیم، یک فازی است از کاربرد همین تولید عدد تصادفی رو داره. یادتونه گفتیم عدد تصادفی برای اینکه امن پیاده سازی بشه باید یه سکیور رندوم نمبر جنراتور داشته باشیم. این نموداری هم نشون دادیم، گفتیم انتروپی یا بی‌نظمی سیستم هست که یه مولد عدد تصادفی امن تو بالاترین سطح انتروپی اون عدد تصادفی رو تولید میکنه. چند تا ما دیوایس داریم تو اندروید، یکی رندوم یکی یو رندوم، که اینا مولد عدد تصادفی هستن. کیستور هم یکی از اینا رو استفاده میکنه. اون زمانی که کیستور پرووایدر رو دادم روی جاوای آسیب پذیری وجود داشت که اون عدد تصادفی رو با سایت چنل اتاک و حملات اینجوری میشد در واقع شناسایی کرد، ولی خوشبختانه رو کیستور چون یه پیاده سازی متفاوتی داشت ایمپکتی نداشت، این تأثیری نداشت، کیستور آسیب پذیر نشد بهش. و در واقع حالا ما میبینیم که مولدای عدد تصادفی مختلفی هستن مثل بانسی کسل و امثال هم. یه نکته توی ورژن 18 میبینید، اونم این که ما گفتیم کیستور پرووایدر، یه پرووایدر اسمش روشه دیگه، یه پرووایدر یعنی اون پارامتری هست که میخواییم کیستور رو اینیشیالایز بکنیم، پاس میدیم میگیم. همونو شما میتونید به جای کیستور اندروید اسامی دیگه مثل بانسی کسل هم بهش بدید، مثلا اسپانج کسل یه پرووایدر. میتونید بیان بگین کلید رو من میخوام با بانسی کسل استفاده تو اپم هم استفاده کردم، حالا اپ من مالتی دکس شده، ولی مثلا از پروگارد ممکن استفاده بکنید چون این کدای اضافه رو پاک میکنه و اینا، اپتون مینیمایز بشه، حالا کاری به اون ندید، مثلا فرض کنید مالتی دکس شده اپ. به هر حال این اتفاق افتاده و یعنی شما مثلا اومدید از بانسی کسل استفاده کردید میتونستید، ولی از این ورژنی به بعد پرووایدر رو کلا از کار انداخت. یعنی گوگل گفتش که به هیچ عنوان دیگه ما چیزی به من پرووایدر نداریم، فقط کیستور هست و شما نمیتونید کیستور رو با یه پرووایدر دیگه اینیشیالایز بکنید، بخاطر اینکه بقیه پیاده سازی ها بنز این امن نیستن و الاخر. خب سوال نیستن مالتی دکسی که الان گفتید چه تأثیری داره؟ تأثیر خاصی نداره، ملاحظه بودش که فقط تو استفاده از لایبرری ترد پارتی مثل بانسی کسل یا اسپانج کسل هست. حالا اینکه شما باز بهتر ملاحظاتشو میدونید، من خیلی تجربه ندارم و حجم اپ زیاد میشه، اینم فکر نمیکنم خیلی موضوع دیگه مهمی باشه الان. درسته مالتی دیز با الان پروگارد اشتباه نگرفتی؟ نه میخواستم بگم که منظورم از اون قسمت پروگارد این بود که افوسکیتورای مثل پروگارد و اینا یه مرحله اپتیمایزیشن داره. اوکی آره اون اوکی، ولی الان مالتی دیز رو نفهمیدم اینجا چی بود. نه میخواستم بگم اگه از بانسی کسل رفرنس داشته باشید مالتی دیز میشه اپتون، چون پیاده سازیش خیلی بزرگه، بیشتر از اون 64 تا که 64 کی متدا میشه. این چند تا موضوع پشت سر هم گفتم، یکم بعد گفتم این موضوع، یکی این اون اتفاق میفته. بعضی جا استفاده از ترد پارتی لایبرری مثل بانسی کسل یا اسپانج کسل. اسپانج کسل چرا استفاده میکنیم؟ بخاطر اینکه با ورژن مثل اندروید 3 و اینا بکورد کامپتیبل باشیم، چون پیاده سازیاش سازگاره. خب سایز اپو میبره بالا. اون بخش پروگارد رو که عرض کردم گفتم شاید مثلا استفاده از پروگارد چون اپتیمایز میکنه و متدایی که یوز نمیشن توی لایبرری خارجی رو خودش در واقع پروم میکنه، ممکنه باعث بشه باز یه مقدار اون افزایش حجمی جبران بشه و اپتیمایز تر بشه. حالا به موضوع ما خیلی مرتبط نبود در واقع. خود کیمستر هم تو پیاده سازی نرم افزاریش، هم کیمستر اون پروسسی است که واسط دسترسی به کیستور رو فراهم میکنه، از اوپن اس اس ال برای مولد عدد تصادفی استفاده میکنه و باز تو اون ورژن این مولد عدد تصادفی امن بوده، یعنی آسیب پذیر نبود. لینک در واقع این موضوع چیزه توی اسلاید بگم گذاشته بودم، این لینکی که فقط این بالا ملاحظه می‌فهمید من بگم، تو ورژن های زیر 5 یه باگی بود توی کیستور که البته بعضی اینو به عنوان باگ و بعضی میگن فیچر. توی این لینک خیلی دقیق به این موضوع پرداخته، خیلی قشنگ، این واقعا این تفاوت است. بعضی میگن فیچر چه، حالا این مشکل چی بوده؟ میگفتن اگه کاربر بیاد پین دیوایسش رو عوض بکنه کلیدا کرپت میشن، خراب میشن، دیگه کلید در دسترس نیست. چه اتفاقی میفته؟ اپلیکیشنی که یه دیتایی رو با کیستور انکریپت کرده رو دیوایس ذخیره کرده، چون دیگه اون کلید خراب شده نمیتونه به اون کلید دسترس داشته باشه، اون دیتا برای ابد دیگه تقریبا انکریپت شده میمونه و نمیتونه دو. چون کلید از بین رفته، کلید هم تصادفیه دیگه، هر دفعه بگین اینیشیالایزش کنین کلید جدید میسازه. تو این لینک به این موضوع پرداخته و میگه که چه نسخه هایی تحت تاثیر این باگ بودن. بعضی میگن فیچر، چون از این نظر میگن حالا که طرف اومده لاک دیوایسش رو عوض کرده، یه مکانیزم امنیتی که برای محافظت از کیستور یه جورایی ازش استفاده میشده تغییر کرده دیگه، تمام اون کلیدا باید اینوالیدیت بشه. مثلا مشکل بزرگ اینجاست که اپ ما
آگاه نمیشه از این تغییره. کیستور هم تفاوت داره. این باعث میشه تو اون نسخه کیستور دیگه اون کلید رو نتونه دیکریپتش بکنه و نتونه به دست بیارتش. خب خیلی دردسر ساز بود. ولی از ورژن 5 بعد مشکل رفع شد. یعنی خیلی کمتر دیده شد و بعد کلا این مشکل کام. جان؟ آره اون فیچر رو حذف کرد. حالا فیچر چند تا دیگه داریم الان حذف می‌کنم خدمتتون. خب اینم که ازش بگذاریم. اون کتابی که عرض کردم این بود. من کتابش جدید نیست. 2014 خیلی جدید. ولی حالا درسته یه مقدار تغییر ساختاری تو این سال‌ها داشتیم. حالا این جنبه‌های امنیتی. ولی خیلی کتاب ارزشمند خوب و خوبی است. خیلی عمیق در مورد این مباحث مثلا ساختارهای داخلی اندروید. لزوما نه کیستور، حالا کیستور یه چپتر از این موضوع. خیلی سازوکارهای امنیتی زیادن. اینجا توش چیز میگه و خیلی کتاب لو لولیه. اگه کسی علاقه مند داشته باشه من پیشنهاد می‌کنم کتابو. اگه کسی هم نتونست کتابو پیدا نکرد یه حالا پیغامی به من حالا تو لینکدین یا هر جایی باشه یا تو بس دوستان میفرستم. خب ماشاءالله خودتون هم که راحت اینجوری کتابا رو پیدا می‌کنید. این اپ هم هست که یه سمپل گفتم تو گیتاب و سورس کدش و این لینکش هم اینجا هست. نویسنده همین کتاب گذاشته. چند تا سناریو رو اومده با کیستور پیاده سازی کرده. مینیمم ورژنش API 18 هست. از همین کیستور استفاده کرده و می‌بینید انکریپشن با AES، دیکریپشن با AES، ساین کردن با PSS و وریفای کردن، انکریپت کردن کلیدی که قرار تبادل بشه با OAEP و چند تا سناریو دیگه است. دیلیت کردن کلیدا و اینها رو پیاده سازی کرده. کدش رو میتونید ببینید. در ضمن اون پیاده سازی سی پلاس پلاس هم بود که گفتم این آی سرویس منیجر اومده در اساس کرده. این جنای رپرش رو تو کدش نوشته. یعنی این کد گیتاب که ببینید قشنگ کد جاوایی که اون اینترفیس رو ایمپلیمنت میکنه و اون متدایی که گفتیم مثل اون چهار تا متد مهم بودن اونا رو همه رو میبینید که میتونید توش ببینید کد منیجش رو کد جاوایش رو. این پیاده سازی خیلی خوبی بود. نسخه فروش هم حالا من دیروز بیلد کردم دیگه حالا تستش کرده بودم داشت روی گوشی که خوب کار میکنم مثلا میخواستم امروز نشون بدم که دیگه متاسفانه چیزی من این پیاده سازی این سناریو میشه به این کد مراجعه کرد. بخش بعدی در مورد اندروید مارشمالو و ورژن 23 هست. چه اتفاقی افتاده؟ تو ورژن 23 ما یه فیچر خیلی بزرگی رو معرفی کرد. در واقع می‌بینیم معرفی کرده اندروید که همون بحث پرمیشن است. پرمیشن منیجمنت تو رانتایم یا رانتایم پرمیشن است که کاربر اجازه میداد که بتونه پرمیشن اپا رو دستکاری کنه و همین باعث شد که ساختار اپا اصلا یه مقدار دستخوش تغییرات بشه. اون کنار منادا که داشت اینو ریلیز میداد یه اشاره‌ای هم به این کرد که ما اومدیم کیستور رو هم ریدیزاین کردیم. متأ کیستور در سایه اون تغییر بزرگه خیلی پنهان بود و کسی خیلی بهش توجه نکرد. خیلی از کم کاستی‌هایی که ما می‌بینیم تو کیستور ورژن 18 وجود داره از جمله عدم پشتیبانی از الگوریتم‌های متقارن و اپریشن و اجازه ندادن برای تنظیم پارامترها. مثلا شما یه طول کلید نمی‌تونستین تنظیم بکنید و خیلی چیزای دیگه اینجا می‌بینید رفع شده. و واقعاً تو ورژن 23 خیلی قویه API اندروید. یعنی تقریبا شما هر کاری بخواید میتونید انجام بدید. حالا یه سری فیچرها به تدریج چه بهش اضافه شد ولی هنوز تو این ورژن کیستور به صورت اجباری سخت افزاری نشد. یعنی کماکان کیستور نرم افزاری پشتیبانی میشد. خب عرض کنم خدمتتون که خب نکته خاصی حالا ببینیم اینجا ببینید این الان نمیدونم اگر بتونید ببینیدش یه پیاده سازی هستش از تولید یک کلید 256 بیتی با الگوریتم AES که با کیستور انجام میشه. ما اینجا میبینیم که این بیلدر رو در واقع در اختیار داریم برای که تو ورژن 18 نبود. الیاس رو بهش میدیم، پرپز رو میتونیم تعریف بکنیم. پایین تر چند تا در واقع پارامتر رو که قبلا نمیتونستیم رو میتونیم تعریف کنیم. پس تفاوت‌ها از همین کد کاملا مشهوده. یکی اینکه الگوریتم متقارنه، قبلا نداشتیم. نکته بعدی اینجاست که پارامترش رو میتونیم تعریف کنیم. کلید می‌خوایم 256 بیتی باشه. مود عملیاتیش می‌خوایم CBC باشه. پدینگش می‌خوایم PKCS 7 باشه. یه نکته هم هست دوستان، AES اگه استفاده می‌کنید، اگه مود CBC استفاده می‌کنید، حتما PKCS 7 استفاده بکنید. نو پدینگ یا PKCS 5 آسیب‌پذیر هستن. مود ECB آسیب‌پذیره. چه مودای دیگه‌ای هست؟ اگه می‌خواید کار خودتون راحت بکنید و خیالتون راحت بشه، برید سراغ مود GCM. چرا قبلا گفتم هم استریم سایفره هم یه در واقع تو مود استریم کار میکنه برای استریمینگ و اینا خوبه پرفورمنسش بالاست. هم بلاک سایفره یعنی برای کاری که بلاک به بلاک دیتا رو انکریپت میکنن کاربرد داره. خیلی پرفورمنسش بالاست، پدینگ هم نمیخواد. ولی اگه مثلا سی بی سی رفتید حداقل چیزی که استفاده میکنید پی کی سی اس 7 باشه.
ورژن قبلی تا یه آسیب پذیری دارن به نام اوراکل پدینگ. هیچ ربطی هم به اون نرم‌افزار اوراکل نداره ها. اوراکل اگه با این اسطوره‌های یونانی اینا آشنایی داشته باشید، اوراکل اسم فردی است که این تو معابد دلفی هست. این اسم دلفی هم از اسم این معابدشون دلفیه که مثلا میگن یک در واقع حالت عرفانی داره و این از دنیا این چیز در واقع بس فلسفیه. اوراکل اون کسیه که آگاه کله، یعنی دانای کل. اوراکل پدینگ یه حمله توی رمزنگاری که طرف موفق میشه مهاجم به اطلاعاتی دسترسی پیدا بکنه که کل اون اکوسیستم رمزنگاری رو بتونه تصاحب بکنه. به خاطر اون میگن اوراکل. و دلیل آسیب پذیریش همین پدینگ ضعیفی بوده که تو مود نو پدینگ پی کی سی اس 5 وجود داشته. که از طریق سایت چنل اتاکا طرف میتونسته با بروت فورس کردن بایت به بایت دیتای کلیدی رو استخراج کنه و بعد وقتی به کلید رسید دیگه بتونه دیتا رو حذف بزن. این تو PKC 7 رفع شد. ولی کم کم دارن اصلا کدام مود CBC رو هم ورش میدارن. یعنی میگن که برین سراغ GCM. بعد عرض کنم خدمتتون که چقدر ببخشی وقت داریم؟ تمام شد؟ حداقل چند سمپل کد من بگم. دیگه پاورپوینت ها رو بیخیال شیم. اگه حوصله دارید من حداقل فینگر پرینت رو بگم، چون فکر میکنم اگه بخوام اینجوری سیستم کنیم 20 جلسه کل داستان طول بکشه و فکر نمیکنم دیگه تحمل دوستان اجازه بده من 20 جلسه بیام اینجا چیز بکنم صحبت کنم. آها سالن ما چم کنم دیگه باشه. آها اون فینگر پرینت رو نگم، من قول میدم بهتون یه دابه میشه جمعش کرده. باور نمی کنیم خب عرض کنم خدمتتون که پس اینم بگم و تمام کنیم. یه اپ دیگه ای هم هست تو همین سمپل واسه همین فردی که گفتم، یه فیچر دیگه روی ورژن 23 اضافه شد که بایندینگ کلیدها به اتنتیکیشن یوزر رو در واقع فراهم میکرد. یعنی زمانی که یه نفری میخواست یه کار رو روی اپی انجام بده که قبلا اون کلیده روش یه فلگی ست شده که یوزر حتما بایستی آتنتیکیتد باشه تا بتونه اون کار انجام بده، اینجا قابل استفاده بود که تا قبل از این وجود نداشت. به چه دردی میخوره؟ یعنی وقتی شما با این فیچر فعال کنید یه کلیدی رو، اون کلید زمانی که دیوایس لاک باشه قابل استفاده نیست. درسته؟ این جلوی کلی از حملات رو میگیره. و زمانی که یوزر میخواین اون کلید رو در واقع از تو کی استور باز کنین، کی استور به معنی گاف صندوق ببینید، درش رو زمانی که میخواد باز بشه، یوزر باید حتما اون سکیور لاک خودش رو موفقیت آمیز بتونه آنلاک بکنه، بعد کلید در اختیار قرار میگیره. این پارامتر تو این ورژن است. این سمپلی که میبینید حالا یه عکسش اینجاست، این فیچر رو استفاده کرده و شیوه پیاده سازیش رو داره میگه. و البته میبینید که از ورژن 6 به بعد این در واقع دیالوگی که وجود داره برای کانفرمیشن ارائه شد. یعنی که شما هر جایی که یک کار حساسی میخواین انجام بدید میتونید اون دیالوگ رو کال بک کنید، دیوایس آنلاک بشه، بعد اون کار حساس انجام بشه که پشتش به اون کی استور است. مثلا چه کاری؟ یه پوش نوتیفیکیشن میاد که از حسابت میخواد اینقدر پول برداشت بشه. برای اینکه شما امضا بکنید اون تراکنش رو تایید کنید به سرور بفرستین، سرور اون کار انجام بده، میگه که اون دیالوگو میاره، میگه که اون پین یا پترنت رو استفاده بکن. اگر شما زدید موافقت آمیز بود، کی استور باز میشه، ساین انجام میشه، ارسال میشه. اگر نه موفقیت آمیز نبود که فیل میشه. درسته این فیچر خیلی خوبی بود. ولی رو ورژن 9 یه چیزی به نام پروتکتد کانفرمیشن اضافه شد که حالا گفتیم تو اسلایدام هست. من الان کلی اسلایدام چیکار کنیم؟ دور بزنمش؟ چیزی بد واقعا؟ چیز نداره. مرسی. حالا یه دقیقه من گذشت. واقعا یه دو وقت نده این رو جمعش کنم. اصلاح نشید. ممنون. ببخشید اگر خسته شدید. سلام. واقعیتان مسئول سالون وایستده پشت در فهم. بله رمزنگاری هم مشکل داره. نه رمزنگاری خودشو داره. دوستان رو برای مفید بوده باشه. حالا اگه واقعا دوست داشتی واسهتون جذاب بوده میتونیم جلسات هم داشته باشیم. حالا موضوعات رو بخش کوچیک‌تر بشونیم، مثلا فینگرپرینت مونده بود. بحث زیاد مونده هستش. یه دو تا سیکشن مونده که مربوط به تغییرات، یعنی همین ادامه این بحث رو ورژن 9 چه فیچرهایی اومده؟ چند تا فیچر خیلی خوب هست روی استرانگ باکس. SSL پینینگ
end to end encryption و اون سناریوی مربوط به پیاده سازی اثر انگشت و ایناست. چون درستش اثر انگشت به نظرم خیلی مهم بود. مثلا یه بخش خاصی درست کردیم و یه سامپل دو تا سامپل کد رو کامل مرور می‌کنم. دو تا جلسه هستش فکر کنم با این زمانی که می‌بره معمولا فکر کنم آره متأسفانه. می‌خواید ریموت فیلم بگیرم خودم دیگه بعد تو اذیت بشم. آره سن خواهش میکنم. امیدوارم مفید باشه واقعا. چشم.